برای خدافزی از آنریت از صمیم قلب آواز میخونیم. 1 2 3 4 هیچ کدومشو ندارم، نه پاسپورت نه کارت شناسایی. آقای محمد علی مهراب بیگی به این فکر افتادند که با این گستردگی دوبلاژ و گهگاه از خودشون میشنوم که با این بیگناهی و معصومیتی که دوبلاژ گاهی از اوقات داره و مورد ستم واقع میشه، بیان یک روزی رو به عنوان روز دوبلاژ در تاریخ در تقویم ما بگنجونن، در تاریخ سینمای ما قرار بگذارن. برای اینکه روز دوبلاژ به گونه ای انتخاب بشه که به کسی حالا اهانتی نشه، یا اینکه کسی فکر نکنه حقش خورده شده، یا اینکه ما مثلا روز تولد کسی رو بگیریم و کسی دیگه بگه چرا روز تولد من نگرفتین، بسیار بسیار اندیشه خوبی شده. و اولین روز نمایش فیلم دختر فراری که همونطور که خدمتتون عرض کردم، بله این فیلم که ما داریم دوبله میکنیم اسمش نخستین وعده دیدار هست، ولی در ایران به اسم دختر فراری نشون داده شده که البته به فیلم هم میخوره، یه دختر فراریه و ماجراهایی براش پیش میاد. بله روز 25 اردیبهشت، این در روز 25 اردیبهشت سال 1324 در سینمای کریستال تهران واقع در خیابان لاله‌زار 9 نمایش داده شده و روز بسیار خوبی هم هست. ما این روز رو گرامی می‌داریم. ایده روز دوبلاژ بر مبنای ادای دین به سینما و هنر دوبله است. این ایده رو یه چیزی بوده یک سال و نیم بود که من داشتم و برای ایجادش با خیلی از بزرگان دوبله، پیشکسوت‌ها، مدیران دوبله و پژوهشگر دوبله صحبت کردم. جناب استاد مطمئن‌زاده، آقای تهامی، آقای مهدقالچی، خیلی خیلی از بزرگان مشورت گرفتیم که برای ایجاد روز دوبله رو چه روزی انتخاب کنیم. با پیشنهاد بزرگان اولین فیلمی که به فارسی دوبله شده بود در تاریخ 25 اردیبهشت 1325 اکران میشه تو سینما کریستال. این روز انتخاب کردیم و مبنا گذاشتیم تا این روز رو در واقع یه بزرگداشت و جشنی داشته باشیم که توی اون روز بتونیم تقدیری داشته باشیم از هنر دوبله. ایده دوبله مجدد فیلم دختر فراری که اولین فیلم دوبله شده بود و من داشتم، با کمکی دوست خیلی عزیزی توی جناب آقای کاوه هدایتی فر اینو از کانادا تهیه کردیم و آوردیم و داریم مجددا دوبلش میکنیم که همین الان در حال دوبلش هستیم.